سیاست جو بایدن مشخصا این است که در خاورمیانه یا جای دیگه درگیری نظامی پیدا نکنه، و در همین حد هم که الان مقر پاسداران رو در مرز سوریه بمبارون میکنه، خب مطابق دکترین پرزیدنت بایدن نیست. بنابراین بایدن علاقه ای به اثبات این که ایران در این جریانات هستند یا نیستن نداره، بلکه علاقه اصلیش همون است که در وقتی که رفت در اسرائیل به خاطر همین ماجرا و سخنرانی کرد، علاقه اصلیش این است که صلح رو برقرار کنه. اسرائیلی هم که خب قطعا به این صلح، یعنی دولت اسرائیل، یعنی نتانیاهو، یعنی جناح راست لیکود، اینها هم که به صلح علاقه ندارن. بنابراین مسئله‌ای که الان پیش میاد این است که آیا برای اسرائیل این جریان مفید فایده بود؟ بعضی ها در این مورد شک دارن، مثلا یان بریمر ایژن گروپ که یه متفکر بسیار خوب بی‌طرفی است، نظرش این است که اسرائیل اون چیزی که به دست آورده بود و اون همدلی و سمپاتی که به دست آورده بود به این طریق از دست داد، و اینو به نحوی میشه مقایسه کرد با دوره جورج بوش که اون هم اون سمپاتی که بعد از زدن برج‌های نیویورک ایجاد شده بود، اون هم از طریق حمله به عراق و غیره از دست داد. بنابراین اگر در دراز مدت فکر بکنیم، شاید این جریان اسرائیل خیلی به نفع اسرائیل هم نباشه، ولی در حال حاضر دولت نتانیاهو وضعیت رو به شکلی درآورده که یا باید به کلی بزنه نابود کنه حماس رو، که همه ناظران معتقدن که یه امر بسیار مشکل و شاید غیر ممکن است، و اگر نتونه از این پس این مهم بر بیاد، باید فکر بکنه به خاطر اینکه بلافاصله بعد از این جریان مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت، چون سیستم دموکراتیک اسرائیل به خصوص قدرت قوه قضاییه که همین آقای نتانیاهو سعی میکنه اونو تضعیف بکنه، از اون سوال خواهند کرد و اون رو حتی ممکن زندانی بکنن به خاطر اینکه نتونست مرزها رو نگه داره. بنابراین به نظرم میاد که اون چیزی که در حال حاضر اهمیت اساسی داره برای دولت آمریکا این است که به نحوی این وضعیت فگار مردم غزه رو سر سامان بده، که تبدیل شده به یک جریان عظیم تاریخی که یک جمعیت 2.5 میلیون رو بدون آب و برق و غذا نگه بداره.